سلام دوستان، روز همگیتون رو بخیر. همونطور که قبلا اشاره شد، درس آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری رو بهونه کردیم تا دوره آموزشی با نام شبکه از 0 تا CCNA رو با هم داشته باشیم. در این مجموعه آموزشی ما سعی می‌کنیم اون مطالبی که در مورد شبکه‌های کامپیوتری یک مهندس نرم‌افزار، یک علاقمند به کامپیوتر باید بدونه رو اینجا براش توضیح بدیم. CCNA یکی از آزمون‌های معروف شرکت سیسکو. شرکت سیسکو یکی از شرکت‌های بزرگ در تولید قطعات و نرم‌افزارهای شبکه است و برای خودش چند تا سرتیفیکیت داره: CCNA، CCNP، CCIE، که را در مورد اینها هم با هم صحبت خواهیم کرد. برای این کلاس ما از یک PDF استفاده می‌کنیم به نام سیسکو نتورکینگ آکادمیک پروگرام و بعد در کنار این از پکت تریسر استفاده می‌کنیم برای شبیه سازی اون سناریوهایی که قرار اینجا یاد بگیریم. حالا قبل از اینکه وارد بحث‌های عملی بشیم، اجازه بدید بریم سراغ کتابمون ببینیم اصلاً بحث شبکه‌های کامپیوتری از دید شرکت سیسکو به چه شکلیه. ما قبلاً در درس‌های مثل شبکه‌های کامپیوتری یا مهندسی اینترنت کمی با بحث‌های شبکه آشنا شدیم که حالا هر چی لازم باشه من دوباره اینجا براتون توضیح خواهم داد. خب اونجا ما رفتیم سراغ کتابی به نام شبکه های کامپیوتری نوشته آقای تننبام که یکی از بهترین کتاب ها در مورد شبکه های کامپیوتریه. خب پس میایم سراغ همین حالا PDFی که اینجا داریم. پس عنوان کتاب رو دیدید که به چه شکلیه. بعد این کتاب در سالهای متفاوتی چاپ شده. شما اگه میخواید به علاقمندید که در این آزمون شرکت کنید، حتما سعی کنید که از آخرین نسخه کتاب استفاده کنید، چون بعضی از بحث‌ها رو اینها حذف یا بعضی از بحث‌ها رو ممکنه بعداً اضافه کنند. خب پس عنوان کتاب رو شما میبینید، بعد اگه دقت کنید سال انتشارش رو اینجا مثلا 2003 نوشته که یک مقدار حالا برای ما قدیمی تر خواهد بود. فقط میخوام عنوانهای بحث رو اینجا ببینید. خب پس اگه نگاه کنید در حالت کلی اوورویویی که داریم دقیقا به این شکله. خب اینجا اگه دقت کنید نتورکینگ بیسیکس، یعنی در مورد مطالب پایه‌ای نتورک صحبت میکنه. بعد اگه دقت کنید خب اینجا یک مقدمه‌ای در مورد شبکه ها خواهد گفت، بعد در مورد تست کابل ها صحبت میکنه، بعد در مورد اترنت صحبت میکنه. خب ما مثلا در شبیه سازی ها فست اترنت رو که انتخاب میکنیم منظور چیه؟ منظور چه نوع پورتیه؟ از چه استانداردهایی استفاده میکنه؟ چه نوع کابل هایی میتونند به این پورت وصل بشن و الاخر. خب بعد اگه دقت کنید مثلا TCP/IP پروتکل رو میگه و آدرس های IP رو توضیح میده. و اگه دقت کنید بیایم کمی پایین تر در همین PDF، خب در بخش دو میاد و در مورد روتینگ صحبت میکنه، مسیریابی صحبت میکنه. ما پروتکل های مسیریابی که داریم به چه شکلیه؟ ما در کتاب شبکه های کامپیوتری مثلا در مورد اینها قبلا صحبت کرده بودیم. چیز پیچیده ای نیست که شمایی که الان اینها رو نمیدونید نگران بشید. مثلا در یک حالت ما یک بردارهای فاصله ای داشتیم و هر مسیریاب بر اساس این بردارها میومد و مثلا بهترین مسیر از مسیریاب A به مسیریاب B رو انتخاب میکرد. در حالت دوم میومدن اینها تیبل هایی درست میکردن، مثلا جدول هایی درست میکردن، اون جدول ها رو ارسال میکردن، بر اساس اون جدول ها جدول های خودشون رو آپدیت میکردن. در یک حالت هر روتر تمامی اطلاعاتی که داشت به صورت پخش فراگیر برای بقیه روترها ارسال میکرد و این روترها بودن که جدول های خودشون رو بر اساس اون داده هایی که از این مسیریاب یا همون روتر دریافت کردن به روز رسانی میکردن. در مورد شبکه های کامپیوتری برخلاف درس هایی مثل طراحی الگوریتم و برنامه نویسی، چون ما با پروتکل ها سر و کار داریم، یادگیری اینها بسیار بسیار آسان تره. چرا؟ مثلا فرض کنید شما میخواید درس برنامه نویسی رو مثلا یاد بگیرید. اونجا میگه الگوریتم جستجو.
خب پس میگیم روش اول برای جستجو کردن، روش دوم برای جستجو کردن. خب بعد همینطور اینها رو ادامه میدیم. پس من میتونم الگوریتم هایی بر روی این سیستم مثلا پیاده سازی کنم و عمل سرچ رو اونجا انجام بدم. حالا روش من ممکنه روش موثری باشه یا روش غیر موثری باشه، ولی میاد اون نیازمندی من رو معمولا برطرف میکنه. اما در مورد شبکه‌های کامپیوتری اینطوری نیست. شما دیوایس های بسیار زیادی دارید، یعنی اون دستگاه ها همگی بایستی اون الگوریتم رو بلد باشند. اینطوری نیست که پور رضا اینجا بشینه بگه من یک روش جدید مثلا پیاده سازی کردم، پس از این به بعد تمامی بسته های من با استفاده از این پروتکل، با استفاده از این الگوریتم قراره روی این نتورک ارسال بشه. بسته من به اولین روتر که رسید، اون روتر یک پروتکل های استانداردی داره. اگه یکی از اونها نباشه نمیتونه عمل مسیریابی رو انجام بده. پس تمامی بحثایی که اینجا در مورد مسیریابی ما خواهیم داشت میرسند به پروتکل ها. بگن شما از این پروتکل استفاده میکنید یا از این روش استفاده میکنید، تنظیمات اینها به این شکله. یعنی اصلا جای نگرانی نیست که من نگران این باشم که آیا من الگوریتم جدیدی میتونم اینجا پیاده سازی کنم. جواب خیر. در این درس ما نمیتونیم. بله، ما نرم افزارهای شبیه سازی مثل NS2 رو داریم که این نرم افزارهای آپنت رو داریم که مثلا در درون اونها شما میتونید یک شبکه مجازی درست کنید، بعد بیاید یک سری دیوایس ها یا دستگاه های خودتون تعریف کنید، این دستگاه ها رو به همدیگه ارتباط بدید و اون دستگاه ها بیان و مثلا داده های شما رو مسیریابی کنند، سند و ریسیو کنند یا یک پردازش های روی اون انجام بدن. ولی تمامی اونها حالت تحقیقاتی داره. ما نمیتونیم اونها رو بیاریم در وسعت مثلا بسیار بزرگی مثل شبکه اینترنت مثلا پیاده سازی کنیم. خب پس اینجا در مورد روترها صحبت میکنه و اگه دقت کنید روتر کانفیگوریشن رو داره، یعنی تنظیمات مسیریاب ها رو داره، که حالا اینجا بحث رو بیشتر توضیح خواهیم داد که به چه شکلی این تنظیمات انجام خواهند شد. یک مقدار زوم کنم که شما بهترین ها رو ببینید. خب در ادامه مثلا میبینید که در مورد پروتکل های مسیریابی صحبت میکنه، همون بردار فاصله رو بحث خواهد کرد که ما در موردش صحبت کرده بودیم. چرا اینها رو در درون مثلا این سرتیفیکیت قرار دادن، در درون این مثلا سرفست های این اگزام قرار دادن؟ سیسکو میگه خب فردی که میخواد بیاد مثلا OSPF رو روی مسیریاب های ما ست کنه باید یک دانش مقدماتی در مورد این نوع از مسیریابی داشته باشه تا بدونه که مثلا کجاها باید از این استفاده کنه، کجاها از این نبایستی استفاده کنه. خب پس ببینید حالت کلی اینطوری، حتی میبینید در این قسمت ما اکسس کنترل رو داریم که روی مسیریاب ها یک سری تنظیماتی خواهیم داشت که با استفاده از این تنظیمات یک سری از دسترسی ها رو محدود خواهیم کرد. مثلا چی؟ مثلا میگیم این دسته از کامپیوترها درسته همشون به نتورک بستن، ولی این دسته از کامپیوترها میتونن سرورهای امور مالی رو ببینن، اما پور رضا و بقیه مدیر گروه ها و بقیه اساتید دسترسی حالا بگیم نتورکی به اون مسیریاب رو نبایستی داشته باشن. پس ببینید دوستان، ما میتونیم در لایه‌های مختلف یک سری امنیت‌های ایجاد کنیم. لازم نیست که شما حتما برید اون بالا توی فایروال این تنظیمات رو انجام بدید. بر روی خود این روترها، یعنی در لایه نتورک هم من میتونم یک سری محدودیت‌هایی انجام بدم که حالا بعداً خواهیم دید. یک قسمتی داریم به نام نتورک سکیوریتی که توی این قسمت هم راجع بهش یک مقدار صحبت خواهیم کرد. پس ما میتونیم در لایه‌های مختلف این امنیت رو برقرار کنیم که ساده‌ترینش همون لایه فیزیکیه. من میتونم بگم از نظر فیزیکی من این کامپیوتر رو به اون شبکه وصل نمی‌کنم، اما در کنار این ما میتونیم در لایه نتورک هم یک سری محدودیت هایی ایجاد کنیم. خب پس بیایم یک مقدار پایین تر بریم سراغ PDFمون قبل از اینکه بریم سراغ این شبیه سازه. خب مثلا دقت کنید دوستان در این قسمت، چون حالا جلسه اول، یک مقدار میخوام راجع به این کتاب صحبت کنم.
اومده و آیکون های خودش رو معرفی کرده، گفته در این کتاب ما از این آیکون ها استفاده می کنیم. مثلا چی؟ مثلا اگه دقت کنید، شما اینجا این روتر رو دارید، این قطعه ای که اینجا می بینید روتر یا مسیریابه. خب در کنار این اگه دقت کنید این پایین شما مثلا پی سی رو دارید، این قسمت دقت کنید، اینم یک پی سی یا کامپیوتر حالا معمولیه. بعد اگه دقت کنید مثلا یک ترمینال رو دارید که حالا راجع به این ترمینال ها صحبت خواهیم کرد که مثلا وظیفه این ترمینال ها چیه و اینها چه کارهایی روی نتورک های ما انجام میدن. بعد اگه دقت کنید مثلا مکنتاش رو داریم، یک پی سی رو داریم، خب بعد اگه دقت کنید یک نوع خاصی از مثلا سیستم های سان رو داریم که میتونیم اینها رو روی نتورکمون داشته باشیم. هر کدوم از اینها از یک سری پروتکل های خاصی استفاده میکنن. ما به عنوان مسئولین شبکه تمامی این تنظیمات رو بایستی در داکیومنت های خودمون بنویسیم. پس ببینید، من قبلا هم اشاره کردم، گفتم در درس شبکه های کامپیوتری در جایی که ما وارد یک سیستمی شدیم و میخوایم یک شبکه کامپیوتری رو ست کنیم، برخلاف برنامه نویسی تمامی کارها رو بایستی داکیومنت کنیم، بایستی تمامی کارها رو بنویسیم. چرا باید اینها رو بنویسیم؟ ببینید، نتورک مینتننس میخواد، نگهداری میخواد. ما تیم هایی داریم که اصلا وظیفهشون نگهداری از این شبکه هاست. اگه ما داکیومنت ها رو ننویسیم، این افراد با چالش های بسیار بسیار زیادی مواجه میشن و بایستی در زمان حداقل این چالش ها و این مشکلات رو برطرف کنن. همین امروز ما ثبت نام دانشجویان جدید رو داریم. اگه دقت کنید اون طبقه پایین دانشگاه خیلی شلوغه، اونجا چند تا سیستم، چند تا ورک استیشن، چند تا پی سی مانند گذاشتن و مردم میان و با استفاده از اونها اطلاعات خودشون رو وارد میکنن، دانشجویان جدید اطلاعات رو وارد میکنن، اون دوستانی که در بخش امور دانشجویی هستن سیستم های خودشون رو دارن. حالا فرض کنید اینجا یکی از سیستم ها قطع بشه یا اصلا نتورک ما درست کار نکنه به هر علتی، ما اونجا دیگه فرصت این رو نداریم که بگیم دو هفته به ما فرصت بدید دوباره این کابل ها رو ما از اول پیدا کنیم، این کابل به کدوم سویچ وصله، این کابل آی پیش چیه و الاخر. پس اونجا ما بایستی داکیومنت داشته باشیم، جدول هامون رو داشته باشیم، دفترچه هامون رو داشته باشیم، بلافاصله تشخیص بدیم که این روتر آدرس آی پی چیه، این پی سی آدرس آی پی چیه، کجا قطعه و پینگ ها رو انجام بدیم که حالا در این شبیه سازی ها هم دقیقا این مراحل رو طی خواهیم کرد. عمدن یه چیزایی رو خراب میکنیم و بعد سعی میکنیم اونها رو تشخیص بدیم که کدوم قسمت ها مثلا ایراد داره. خب پس بدترین حالت هم اینه که همه چیز رو بذاریم در حالت اتوماتیک. بله، در حالت اتوماتیک یک بار دو بار ممکنه همه چیز درست کار کنند، اما بعدا خواهیم دید که در حالت اتوماتیک ما بدترین نوع تنظیمات رو داریم. اول این کامپیوتر شماره یک بوده، الان این کامپیوتر شماره پنج، اونجا کامپیوتر شماره هفته. یعنی یکی یکی باید بررسی کنیم که الان این کامپیوتر روی نتورک ما دارای کدوم آدرس آی پی ای. حالا در مورد اینها هم با هم صحبت بعد خواهیم کرد. خب پس اجازه بدید اینا رو من پاک کنم. پس تمامی آیکون هایی که در این کتاب استفاده شدند اینها بودند. خب مثلا حتی میبینید لپتاپ رو داریم، پرینتر رو داریم، وب سرور رو داریم، فایل سرور رو داریم، مودم رو داریم و الاخر. پس میتونیم تمامی اینها رو مثلا شبیه سازی کنیم. برای ارتباطات اگه دقت کنید اترنت رو اینجا مطرح کرده به این شکل. ببینید اینجا ما اترنت رو داریم با این حالت، بعد سریال، ارتباط سریال حالا راجبش صحبت خواهیم کرد و به این شکل نشون میدیم. خب پس دقت کنید تمامی این ارتباطاتی که در این کتاب یا در استاندارد سیسکو هست به این شکل نمایش داده خواهد شد. خب بعد بیایم پایین، در مورد کامند سینتکس صحبت میکنه که این دستوراتی که الان اینجا خواهیم نوشت فرمتشون بایستی به چه شکلی باشن. خب یعنی اومده در کتاب اگه جاهایی رو مثلا حالت بولد کرده مثلا یعنی چی، مثل کیورد ها رو مثلا داریم. یک مقدار در مورد خود کتاب صحبت میکنه، کتاب خودش چیزی حدود مثلا
هزار و خورده صفحه است. خب من نمیخوام حالا همش رو بخونید، اون مطالبی که مهمه اینجا براتون من توضیح خواهم داد. خب بعد میاد و میگه که خب در این CCNA ما قراره چه کارهایی انجام بدیم. بعد حتی اگه دقت کنید این بالا اومده نوشته این کتاب رو چطوری اصلا سازماندهی کردیم که به چه شکلی شما این رو مطالعه کنید. بعد یک مقدار بیان پایین تر فصل بندی ها رو داره برای من توضیح میده و و و و بریم پایین تر. یه سی دی هم داشت که این فایل پی دی اف رو از اون سی دی ما کپی کردیم. خب پس میبینید اینجا نتورکینگ بیسیکس رو میخواد مطرح کنه. اولین قسمتی که داره در مورد بیسیک شبکه ها میخواد صحبت کنه. یک مقدار من قبلا راجع به اینها صحبت کرده بودم که مثلا کامپیوتر ها به چه شکلی به هم دیگه وصل میشن، منظور از توپولوژی چیه و الی آخر. خب پس میخواستم ببینیم که برای این سرتیفیکیت ما چه چیزهایی باید بلد باشیم که اینها رو در طول حالا این دوره من تمامیش رو براتون توضیح خواهم داد. بار اول بود که میخواستم این PDF رو فقط نشون بدم. بعضی از جاها از شکل‌های این PDF من استفاده خواهم کرد و بعضی از جاها مطالب رو توضیح میدم. یعنی لازم نیست که شما مثلا بگید که حتما پور رضا این PDF باید دست ما باشه. خب خیلی خوبه، میتونید دانلود کنید، میتونید پیداش کنید که کجاست. بعد مثلا میتونید بخشایش رو خودتون بخونید، ولی نیازی نیست. اون چیزایی که لازمه برای CCNA من سعی میکنم اینجا توضیح بدم. میگم خب بعضی از مطالب رو ممکنه وقت نکنیم، اونجا حتما من اشاره میکنم که این قسمت رو از PDF از فلان کتاب مثلا مطالعه کنید. کتاب های فارسی زیادی هم در همین مورد نوشته شده. من توصیه میکنم اول یک مقدار این ویدیوها رو ببینید، بعد اگه دیدید واقعا براتون مفید نیست یا میخواید بیشتر یاد بگیرید، برید سراغ کتاب های فارسی. مثلا میتونه کتاب آقای تننبام، همون کتاب شبکه های کامپیوتری، یک نقطه شروع خوبی برای علاقمندان به نتورک باشه، نه اون افرادی که مثلا کورس آزمایشگاه شبکه رو انتخاب کردن، چون اینا قبلا مثلا اون شبکه های کامپیوتری رو خونده بودن. ولی من اومدم در این ویدیوها سعی میکنم تمامی مطالبی که در مورد نتورک شما باید بدونید رو توضیح بدم، یا لااقل بگم که مثلا از کدوم ویدیوها استفاده کنید یا مثلا از کدوم منابع میتونید اینها رو پیدا کنید. الان شما دسترسی به اینترنت دارید و مثلا در مورد تلنت کانفیگوریشن میتونید بنویسید سیسکو روترز تلنت کانفیگوریشن و اون تنظیمات رو از اینترنت به سرعت پیدا کنید. مثل قدیم نیست که اون مسئولین شبکه میومدن و تمامی اینها رو روی یک سری از دفترچه ها مثل دیکشنری برای خودشون مینوشتند. اما ما در تمامی طول این کورس هر چی کاری که قرار انجام بدیم رو با هم مستندسازی خواهیم کرد، داکیومنت خواهیم کرد و داکیومنت ها رو خواهیم نوشت که شما از اول بدونید که داکیومنت کردن در نتورکینگ یک کار بسیار بسیار مهمیه. خب پس میبینید اصلا اومده این کتاب از اول همه چیز رو توضیح داده، حتی مثلا میگه دیسک درایو شما هم دقیقا به این شکله. اینا کتاب هایی هستن که معمولا برای افراد خود آموز، افراد که میخوان این مطالب رو خودشون یاد بگیرن، مثلا مادربورد رو اومده رسم کرده، مثلا شکلش رو گذاشته این بورد اصلی کامپیوتره. بعد مثلا عناصر اگه دقت کنید مادربورد رو مثلا صحبت کرده که چیاس، مثلا ویدیو کارت داره، ساوند کارت داره، مثلا پارالل پورت داره، سریال پورت رو داره. اگه دقت کنید تمامی اینها رو هم اومده در این کتاب توضیح داده، به خاطر همین شده هزار و خورده صفحه دیگه، درسته؟ ولی خب خیلی خوبه که ما بعضی از اینها رو بیایم و مطالعه کنیم، ببینیم که داخل این PC ها مثلا به چه شکلیه. خب مثلا PC کارت ها رو اینجا توضیح داده. البته خب این کتاب مال 2003، احتمالا دیوایس های جدیدی اومده، مثلا یک کارت شبکه رو نشون میده که این جایی که مثلا کابل شبکه بایستی بهش وصل بشه. الان اکثر PC های ما این پورت رو به صورت آن بورد دارن، یعنی کابل شبکه رو میتونید مستقیما به خود مادر بورد وصل کنید، نیاز نیست از همچین سیستم هایی استفاده کنید، مگر اینکه ما بخوایم چند تا مثلا
کابل رو به یک سیستم بس کنیم که مثلا دسترسی به هاب و اینجور چیزا نداریم و میایم و چند تا کارت شبکه روی یک سیستم مثلا نصب می‌کنیم. اون سیستم های خاصی هم دلایل خاصی هم داره که چرا اون کابل ها به خود سیستم بس میشن و به هاب مثلا بس نمیشن. اونجا میخوام یک سری تنظیمات خاصی روی این سرور ها انجام بدیم. خب پس دوستان یک مقدار اینها رو بایستی مطالعه کنیم. اون چیزایی که لازم بود رو تقریبا من براتون گفتم. از این به بعد ما یه همچین شکل هایی خواهیم داشت. ببینید الان کار ما یک مقدار پیچیده تر شد. شما اگه دقت کنید یه همچین شکلی که داریم، مثلا این قطعه‌ای که شما اینجا میبینید یک مسیر یابه، اینجا رو اگه دقت کنید شبکه جهانی اینترنته. اگه بیایید مثلا اینجا رو نگاه کنید یک مین سروره، سروری که اینجا وصل شده. باز مثلا اگه دقت کنید یک ریپیتر رو اینجا دارید، یک سری از پی سی ها رو دارید که مثلا اینجا اشاره کرده که توپولوژی که اینجا استفاده شده مثلا توکن رینگ هستش. بعد اینجا می دقت کنید یک سویچ رو داریم. بعد میبینید حتی سرور های دیگه هم داریم که من دیگه به اونها اشاره نمی کنم. پس ما میتونیم از همون توپولوژی های بسیار بسیار ساده برسیم به یک سناریوهای این شکلی که در این سناریوها ما یک وب سرور واقعی داریم، یک مثلا فایل سرور واقعی داریم، این دسته از کامپیوترها بایستی به اینها دسترسی پیدا کنند، این دسته از کامپیوترها نبایستی به فایل سرور دسترسی داشته باشند، فقط بایستی وب رو ببینن، مثلا اون کامپیوترهایی که دانشجویان ورودی جدید اومدن و داده های خودشون رو وارد میکنن نبایستی فایل سرورهای سراج رو ببینن چون اون کامپیوترها به صورت پابلیک هستن و فردی میتونه بیاد و یک سری کدهای مخربی اونجا اجرا کنه و دسترسی پیدا کنه به فایل سرور ما. پس ما بایستی در این لایه نتورک لااقل این دسترسی رو بهش ندیم. پس واسه بسیار جالبیه. من دیگه چون قرار یک مقدار اینجا عملی کار کنیم دیگه وارد بحث‌های تئوری در این جلسه نمیشم و میرم سراغ کاری که قراره با هم انجام بدیم. خب ببینید دوستان، ما باز محیط پکت تریسر رو داریم. در این محیط که توسط شرکت سیسکو طراحی شده، یک بگیم شبیه ساز بگیم شبکه است. در این شبیه ساز شبکه شما میتونید انواع نتورک ها رو حالا خیلی پیچیده هم پیاده سازی کنید. بعد من جلسه قبل توضیح دادم این یک نرم افزار رایگانه، به شرط اینکه شما سیسکو اکانت داشته باشید. سیسکو اکانت هم به صورت رایگان میتونید ایجاد کنید. فقط یک مثلی مشکلات تحریم های ایران رو داریم که میدونید چطوری اونا رو حل کنید. میتونید برید اونجا یک اکانت بسازید و این برنامه رو خودش رو دانلود کنید، با اون اکانت خودتون لاگین کنید به این برنامه، یعنی هیچ مشکل خاصی نداریم. حالا میتونید نسخه های کرک شده این رو هم دانلود کنید که اون اکانت رو یک اکانت پیش‌فرضی روی اینها ست کردن. ورژنش مهم نیست. خب و نسخه هایی داریم مخصوص سیستم های 32 بیتی، نسخه هایی داریم مخصوص سیستم های 64 بیتی، اینا مهم نیستند. هر کدوم که روی سیستمتون ران شد میتونید از اون استفاده کنید. بله من هم میدونم این یک محیط های انیمیشنی داره که میتونیم انیمیشن مانند مثلا یک بسته رو اینجا سن کنیم ببینیم دقیقا ارتباطات به چه شکلیه. اینجا خودش رنگ رو سفید و نمیدونم قرمز و سبز میکنه. من با اونا کاری ندارم چون در محیط واقعی ما همچین چیزایی نداریم. شاید برای بعضی ها مفیدی باشه که ببینن بله مثلا این ارتباط ما دقیقا به این شکل بین کامپیوتر A و B مثلا برقرار شد. قبلا راجع به این شبیه ساز صحبت کردم، گفتم خب این پایین ما انواع دیوایس ها رو داریم. کجاست این قسمت؟ این پایین رو دقت کنید، اینجا انواع دیوایس ها، دسته‌بندی دیوایس ها رو داریم. وقتی مثلا روتر رو انتخاب کردیم، مسیریاب رو انتخاب کردیم، شما بخش دوم رو نگاه کنید، انواع مسیریاب ها رو اینجا میبینید. دقیقا مسیریاب هایی هستن که وجود فیزیکی دارن، یعنی شما میتونید واقعا از حالا بگم شرکت سیسکو یا شرکت های دیگه این مسیریاب ها رو تهیه کنید. دقیقا همون تنظیمات رو داره. پس میتونیم دقیقا محیطی رو شبیه سازی کنیم که با قطعات فیزیکی هم میتونستیم این کار رو انجام بدیم، چون اینها معمولا روترها وسیله های بسیار گرون قیمتی هستن. سعی میکنن اول شبیه سازی ها رو روی حالا بگیم همچین محیط هایی انجام بدن. اگه به نتیجه رسیدن و سیستم کارایی لازم رو داشت، برن تنظیمات رو روی سیستم های
فیزیکی و اصلی انجام بدن. پس ما این دسته از این قسمت ها رو داریم. حتی این قسمت اگه شما دقت کنید ما انواع ارتباطات رو داریم که در جلسه قبل ما اومدیم و از چی استفاده کردیم؟ از یک کابل کراس استفاده کردیم و چند تا پی سی رو با استفاده از کابل کراس به هم دیگه وصل کردیم که در اون سناریو ما دو تا پی سی رو با استفاده از کابل کراس به هم وصل کردیم. چیز خاصی نبود و الان هم اینها رو با هم یک مروری خواهیم کرد. پس برگردیم اینجا. پس اینا رو من پاک کنم. پس دقت کنید ابزارهای من اینجاست. اینجا end device ها رو دارم، مثلا PC. یک PC اینجا قرار بدیم، یک PC دیگه اینجا قرار بدیم، یک PC دیگه هم اینجا. خب مقدار زوم کنم که شما دقیقا ببینید که ما میخواییم چی رو شبیه سازی کنیم. الان دوستان دقت کنید ما سه تا پی سی داریم. در سناریوی قبلی ما دو پی سی داشتیم. دوستمون اومده بود خونه ما، لپتاپ خودش رو با خودش آورده بود، بعد به ما گفته بود که پور رضا بیا مثلا فلان برنامه فلان فیلم ها رو از لپتاپ من بزنیم به لپ کامپیوتر تو. وایس های پور رضا رو، درس ها، پاورپوینت ها. ما هم فلش مموری نداشتیم، بعد گفتیم خب با استفاده از کابل این کار رو انجام بدیم. اومدیم کابل کراس استفاده کردیم و دو پی سی رو با استفاده از کابل کراس به هم وصل کردیم. پس اومدیم این پایین، اگه دقت کنید این پایین اومدیم و کابلی که اینجا داشتیم این کابل کنسول بود، بعدا راجبش صحبت میکنیم. یک کابلی داشتیم کراس اوور. خب این کابل کراس اوور رو انتخاب کردیم و دو تا پی سی رو با استفاده از کابل کراس به هم وصل کردیم و آدرس آی پی رو دادیم که همین کار رو اینجا هم الان انجام خواهیم داد. فقط به جای استفاده از کابل کراس من بایستی از چی استفاده کنم؟ از کابل معمولی استفاده کنم، چون اینجا من سه تا کامپیوتر رو دارم که میخوام به هم دیگه متصل باشن. روز ثبت نام دانشگاهه، یکی از افراد امور آموزش اومده، امور آموزشی مسئول ثبت چیه؟ مسئول ثبت واحد هاست. یک فردی از امور دانشجویی اومده و مسئولیت چی رو داره؟ ثبت اطلاعات دانشجویان جدید. یکی از دوستان امور مالی همونجاست مثل همیشه که میاد و اطلاعات مالی دانشجویان رو اونجا برای ما ذخیره سازی خواهد کرد. خب پس ما سه نفر رو داریم، ولی اینها بایستی کامپیوترهاشون به همدیگه مرتبط باشه، چون مثلا میخوان از یک پرینتر استفاده کنن. زمانی که مثلا امور مالی میخواد یک تاییدیه مالی بده از اون پرینتر استفاده کنه. بعد مثلا وقتی که فردی مثلا توی امور دانشجویی میخواد تاییدیه دانشجو رو بده باید از اون استفاده کنه و الاخر. خب پرینتر به یکی از این پی سی ها وصله. بعد در مورد خود پرینتر شیرینگ با شما صحبت خواهم کرد. پس یکی از این پی سی ها من فرض میکنم که وصل به یک دستگاه، حالا پرینتر اینجا. پس یک سری از مطالب رو میتونه پرینت کنه. اون پرینتر دیوایس درایورش روی اون سیستم نصب شده. حالا بعدا صحبت خواهیم کرد که اگه اینها هم بخوان از این پرینتر استفاده کنند، خب اولا باید یه دسترسی فیزیکی به این پرینتره داشته باشند. خب یعنی دقیقا این نتورک ما طوری باشه که این کامپیوتری که اینجا من علامت میزنم، این کامپیوتری که اینجاست رو ببینه، یعنی بتونه پینگ کنه، یعنی ارتباط بین اینها برقرار باشه. بعد بیایم حالا در لایه بالاتر یک سری تنظیماتی انجام بدیم. add new printer رو اونجا مثلا در ویندوز انجام بدیم، بعد درایورهای اون رو روی این نصب کنیم. اگه درایور ها رو اینجا نصب نکنیم من مجبور میشم از یه سناریوی دیگه استفاده کنم. اینجا یک فایلی رو درست کنم، خب این فایل رو بفرستم به این کامپیوتره، این فرد این رو پرینت کنه. هر دو تا سناریو میتونن پیاده سازی بشن، یعنی چیزی نیست که من بگم نه سناریو اول خیلی خوبه. اگه ما پرینترهای متعددی داریم و
مثلا اینجا پرینتر رنگی داریم، مثلا یه پرینتر دیگه اینجاست، بعد مثلا یه پرینتری داریم که عکس چاپ میکنه، فرض کنید حالا اون روزیه که ثبت نام انجام میشه و دانشجویان عکس میخوان، میخوایم اون عکس ها رو روی کاغذ مخصوص چاپ کنیم. اگه ما سه تا پرینتر داریم، احتمال اینکه ما بیایم و اینها رو درایور ها رو روی تمه اینها نصب کنیم یک مقدار حالا بگیم سخت تره. پس اینا میتونن فایل ها رو بفرستن، این فرد بیاد و اون فایل رو آنزیپ کنه و بر اساس مثلا این عکس رو پرینت کنه بعد و الی آخر. اما ما میتونیم مثلا اگه تعداد پرینترهای شما محدود باشن، بیایم بعد درایورها رو روی اینها هم نصب کنیم، بگیم خب این فقط قراره از این پرینتر استفاده کنه عکس چاپ کنه، این فقط قراره از پرینتر لیزری ما استفاده کنه، این قراره مثلا از پرینتر مثلا بگیم رنگی ما استفاده کنه یا هر چیز دیگه‌ای، بسته به داستان دیگه. پس یه جاهایی هیچ وقت امور مالی نمیخواد از پرینتر رنگی استفاده کنه، یا مثلا امور دانشجویی علاقه ای به پرینت کردن عکس و اینجور چیزا نداره. حالا سناریو هر چیه ما میایم راجع به اینها تصمیم میگیریم. خب پس به پور رضا گفتم، پور رضا این سه تا کامپیوتر رو الان به هم دیگه وصل کن. سناریو اولینه پور رضا بیاد و روی هر کدوم از اینها کابل شبکه وصل کنه، بعد بیاد این رو وصل کنه به این، بعد این رو وصل کنه به این. خب آخه اینم لازمه که وصل بشه به این، پس اینم باید یک کارت شبکه دیگه داشته باشه، اینم یک کارت شبکه دیگه داشته باشه و اینها رو به این شکل به هم دیگه وصل کنه. خب پس هر کامپیوتر ما دو کارت شبکه خواهد خورد و ما با استفاده از همون روشی که قبلا گفتیم این رو میتونیم به هم دیگه وصل کنیم. خب سناریو احمقانه شد، درسته؟ جا میگید پور رضا آخه این اصلا پیاده سازی نداره که کی میاد این کار رو انجام میده. دوستان بستگی داره ما با کدوم سیستم ها سر و کار داریم. یک بار من یادمه خود همین دانشگاه ما اومده بودیم و کلی سیستم دست دوم خریداری کرده بودیم. این سیستم های دست دوم مال یک شرکتی بودن که کارای اینطور نتورکینگ و اینا رو انجام میداد و اون کامپیوترها همشون دارای مثلا 5 تا کارت شبکه بودن. خب یعنی اون سیستم ها قبلا مال یک شرکتی بود که بسته به نیازمندیشون اینطوری اینها رو از نظر سخت افزاری پیاده سازی کرده بودن. پس من زمانی که اون پورت ها رو اینجا دارم، پس میتونم خیلی ساده این روش رو هم استفاده کنم. پس چیزی نیست که من بگم نه این غلطه. بله جایی که من میخوام از صفر این کانفیگ ها رو انجام بدم این روش درستی نیست، اما جایی که شما این پورت ها رو در دست دارید میتونید از اینها هم استفاده کنید و نیاز به خریداری قطعه جدیدی نیست. پس اون سناریو رو بذاریم کنار. ما میگیم الان من بایستی یک قطعه جدیدی به این نتورکم اضافه کنم و که اینها بتونند همگی به اون قطعه وصل بشند و از اون قطعه استفاده کنند. ساده ترین دستگاهی که ما داریم یک دستگاه به نام هاب خواهد بود. هاب چیه؟ این پایین اگه نگاه کنید در این قسمت ما یک قسمتی داریم به نام چی؟ به نام کامپوننتس. یک قسمتی داریم به نام نتورک دیوایسز. خب این پایین اگه دقت کنید هابز رو داریم. ببینید این، اجازه بدید من با مداد این رو براتون مشخص کنم از کجا انتخاب کردم. ببینید این پایین زمانی که ما نتورک دیوایسز رو انتخاب کردیم، اینا مسلما روتر هان، این کنار سویچ هاند و اینم چیه؟ اینم هابی بود که من انتخاب کردم. خب پس این هاب من اینجاست. الان میام و این هاب رو اضافه میکنم به این سیستم. یک هاب داریم که میتونیم بریم از هر مغازه این هاب رو تهیه کنیم. چند تا پورت داره که الان نشونتون میدم به چه شکلیه و بعد یک قسمتی داره، یک جایی داره که آداپتورش وصل میشه. هیچ تنظیم و کانفیگی هم نداره. الان هم اینجا شما خواهید دید. پس الان در قسمت بعدی بایستی پی سی هام رو وصل کنم به این دستگاه مرکزی. اگه یک روز تشریف بردید دانشگاه میبینید اتاق من دقیقا یک هاب دارم، چون چند تا از اساتید میخواستن در کلاس های بغلی از اینترنت استفاده کنن، ما دسترسی اینترنت فقط پی سی من داشت، پس اومدیم و
از چی استفاده کردیم؟ از یک هاب استفاده کردیم، اون اینترنت رو بس کردیم به هاب در بدترین حالت دیگه، خب، و اومدیم و کابل های دیگر رو به این هاب وصل کردیم. پس هاب ما اینجاست. خب من الان بایستی دیوایس هایی به این وصل کنم. اگه حتی دقت کنید زمانی که ما اومدیم روی این کلیک کردیم، تست اینترنت هاش رو من نشون داد که همشون حالت داون دارن. الان از این ارتباطات من بایستی بیام و کابلی رو انتخاب کنم که کراس نباشه، کابل مستقیم رو انتخاب میکنم. حالا راجع به این کابل ها صحبت خواهیم کرد، انواعشون چیه. فقط کابل استریته. الان ببینید تا روی این کلیک کنم میگه کجای این میخوای بس کنی. من فست اترنت رو انتخاب میکنم، همون جایی که کابل شبکه رو باید بس کنم. پس این فست اترنت، خب، بعد میاد اینجا وصل میشه. دقت کنید این فست اترنت صفرش وصل شد به فست اترنت صفر این. پس من زمانی که میخوام داکیومنت کردن رو انجام بدم، خب میام چیکار میکنم؟ میام اینجا این رو فرض کنید روی یک کاغذی رسم کردم یا به صورت الکترونیکی دارم. خب اینجا می‌نویسم F0 اسلش صفر این وصل شده به چی؟ وصل شده به F0 اسلش صفر این. اینجا دقیقا می نویسم. زمانی که من دچار یک سری مشکلات سخت افزاری شدم، بلافاصله میرم سراغ اون هابه، دقیقا اونجا نوشته پورتا، پس F0 و 0ش رو پیدا می کنم، اون سوکته حالا یا اونجا خرابه یا هر چیز دیگه، پس اون رو چک می کنم. الان دوباره میام و از چی استفاده می کنم؟ از همین کابل استفاده می کنم. ببینید اینجا مسلماً دیگه فست اترنت صفره. چرا؟ چون دیگه پی سی ها یه فست اترنت دارن دیگه. پس این رو وصل می کنم به اینجا. ببینید دیگه فست اترنت یکه، پس فست اترنت یک وصل شد. من دیگه اونا رو اینجا نمی نویسم که شلوغ نشه. ببینید من نوشتم صفر استاش صفر. حالا ممکنه شما بگید که شما یه فست اترنت F0 بنویسید، میتونی بنویسی F0، میتونی F1 بنویسی. حالا بعدن که اینها اسلش میخورند اونجا میتونید از این روش هم استفاده کنید. پس اگه یکی از دوستان اومد و یه همچین چیزی نوشت، پس اگه نوشت مثلا F0 این وصل به F0 این، بعد مثلا در کنارش اومد نوشت F0 این وصل به F1 این، چیز اشتباهی ننوشته. خب پس اینا رو من الان پاک کنم، دوباره همون تنظیمات رو اینجا انجام خواهیم داد. پس این کاب رو انتخاب میکنیم، میایم و فست اترنت صفر این رو وصل میکنیم به فست اترنت دو این. خب پس تا این قسمت چی شد؟ تا این قسمت این تنظیمات انجام شد. الان تنها کاری که ما بایستی انجام بدیم، الان خودش اینا وصلن، یعنی من برم پین کنم اینجا مشکل است. ببین خودش نوشته F0. کاش نتورک های واقعی هم اینطوری بودن که دقیقا من زمانی که روش مثلا کلیک میکردم دقیقا نشون میداد که مثلا کدوم F ها به کجا وصلن. پس من اگه الان بخوام یه تنظیماتی انجام بدم، میام میگم از چه آدرس های آی پی میخوام اینجا استفاده کنم. از آدرس های آی پی کلاس A میخوام استفاده کنم. پس بلافاصله سریع میام اینها رو اینطوری مینویسم. پس اینجا 10.0.0.3 10.0.0.2. باز الگوی زیر شبکه رو میدونیم. حالا یکیش رو من اینجا می‌نویسم، پس 255.0.0.0. دیفالت گیت‌وی تنظیم نمی‌کنم مگر اینکه در سناریو بگی که آقا این پی سی همیشه قراره با این پی سی مثلا در ارتباط باشه. چون میخوایم یک مقدار آدرس دهی دستی رو هم تمرین کنیم، میایم و یکی یکی این پی سی ها رو انتخاب میکنیم. اگه دقت کنید این پی سی رو که انتخاب کردیم، یه قسمتی داره این بالا کانفیگ. دقت کنید روی این کانفیگ میتونیم تنظیم کنیم. بیایم اینجا مثلا آدرس های آی پی رو بدیم، یا میتونیم برید دسکتاپ این. خب دسکتاپ این، این قسمت رو نگاه کنید این بالا، اجازه بدید مشخص کنم این قسمت IP configuration.
تنظیمات IP رو داره. پس میتونیم این رو انتخاب کنیم، بگیم خب آدرس IP ورژن 4 رو میخوایم استفاده کنیم، نمیخوایم حالت داینامیک بگیره این بشه، میخوایم حالت استاتیک بگیره، یعنی اتوماتیک نمیخوایم اینها رو تنظیم کنیم مگر اینکه تعداد PC ها انقدر زیاد و بی ارزشن که مثل یک کافینت ما میخوایم هر IP که اینها خواستن بگیرن. پس اینجا 10.0.1 بعد تا این قسمت کلیک کنم 255.0.0 رو برای من نشون میده. پس این 10.0.0.1 شد. خب بعد میام روی این کلیک میکنم، دوباره میام اینجا توی قسمت دسکتاپ IP configuration، بعد این میشه 10.0.0.2، بعد کافی اینجا کلیک کنم 255.0.0.0 یا خودتون بنویسید فرقی نمیکنه. پس این PC من هم دقیقاً دوباره میریم سراغ دسکتاپ IP configuration و 10.0.0.3 آدرس IP ما هم چیه؟ 255.0.0.3. این رو ست کردیم. حالا که اینها رو ست کردیم اینو ببندیم. خب بیام هاب رو کلیک کنیم. ببینید هاب این شکلیه، اگه دقت کنید زوم بکنم اینجا ببینید دقیقاً اینطوریه، یعنی اصلا هاب واقعی هم اینطوریه. یک سری فست اترنت های اون پشت داره، یه جایی هم هست که اگه دقت کنید یه مقدار اینو بیارم پایین‌تر کابل وصل شده. خب پس اگه من اینو آف کنم، یعنی این سفت رو بزنم، ببینید تمامی ارتباطات قطع شد. اون روز من حواسم نبود، زمان که از دانشگاه رفتم اینو آف کرده بودم، تمامی ارتباطات اینترنتی اون و دوستانمون قطع شده بود. امیدوارم این ویدیو رو اونها نبینند، گفتیم برق قطع شده بود. پس اگه اینو آف کنیم تمامی ارتباطات قطع میشه. ما قبلا در مورد توپولوژی ها صحبت کرده بودیم. توپولوژی ها شکل ارتباطات یا چینش کامپیوتر ها رو نشون میده. یه توپولوژی داشتیم استار، دقیقا همین، که این توپولوژی استار چی رو نشون میداد؟ این رو نشون میداد که تمامی دیوایس های ما به یک دیوایس مرکزی وصل میشن. ما هم گفتیم تنها عیبی که این داره اینه اگه اتفاقی برای این دیوایس مرکزی بیفته تمامی ارتباطات رو از دست میدیم. یک بار قرار بود امتحان عملی بگیرم، تمامی دوستان اومدن و روی سیستم های تقلب ست کرده بودن، شیر فایل شیرینگ ست کرده بودن که مثلا یکی کد رو بنویسه بقیه از اون کپی و پیست کنن. تنها کاری که انجام دادم خاموش کردن اون هاب یا سویچ مرکزی بود و تمامی ارتباطات ما قطع شد. خب پس این سیستم این معایب رو هم داره. اگه دقت کنید کانفیگش هیچی، یعنی این هابی که من انتخاب کردم امکانه نمیدونم اکسس کنترل و اینجور چیزا رو نداره. مثل یک سراحی میمونه که این کامپیوترها رو به هم دیگه مثلا وصل کرده. آیا الان کامپیوترهای من به هم وصل شدن؟ خب شبیه ساز از این سبزها به من نشون میده که اینها به هم وصلن. من اگه بخوام در سیستم واقعی این کار رو تست کنم بایستی برم سراغ کامند پرومت. کامند پرومت رو شما اینجا میبینید، دستوری داریم به نام پینگ که اینطوری نوشته میشه. ببینید P-I-N-G اینطوری P-I-N-G و بعد آدرس مقصد رو مینویسن، مثلا 10.0 مثلا 0 مثلا 3. خب این رو که نوشتند اگه اکو ریپلای ها رو ما دریافت کنیم، یعنی یه بسته میفرستیم اونم موظف ریپلای کنه، مگر اینکه فایروال چیزی روی ست شده باشه که اونجا یک داستان دیگه خواهیم داشت. پس تمامی اونها رو قراره برای ما ریپلای کنه. پس اگه ریپلای ها رو دریافت کردیم این نشون میده که ما با موفقیت تونستیم این دو تا سیستم رو به هم وصل کنیم دیگه. بقیه برنامه ها میتونن همدیگه رو بشناسن. پس برنامه سما میتونه مثلا سما سرور رو بشناسه و الی آخر. پس مرحله اول همین لایه است دیگه. از اینم پایین تر داریم ما که مثلا کابل ها رو چک کنیم ببینیم که اون سیستم ها آیا ارتباط رو نشون میدن، ارتباط فیزیکی رو، یا یک ضرب دری مثلا روی اون کابل زدن. خب حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. پس بیایم اینجا همون دستورا رو مینویسم. مینویسم PING. اول IP این چیه؟ IP config /o IP config درسته؟ خب
دقت کنید. آدرس IP این کامپیوتر اگه دقت کنید چیه؟ یارو من پاک کنم دیگه. پس آدرس IP این کامپیوتر رو سیستم من چی نشون میده؟ 10001. پس من روی کامپیوتر 10001 هم میگم داکیومنت ها رو نداشته باشید، هی باید اینا رو بنویسید ما کجا هستیم، میخوایم چی رو تنظیم کنیم، که مثلا در مورد روتر ها این واقعا زمان بره و ما رو دوچاره اشتباه میکنه، مخصوصا اونجا که ما کلی اترنت داریم، باید ببینیم کدوم اترنت رو مثلا بایستی وارد بشیم و ست کنیم. خب پس این 10001. خب الان من میام این پایین، خب اینجایی که بایستی بنویسم PING 10002، ببینید پین کردم با موفقیت انجام شد و اومد این قسمت این زمانها رو که میبینید نوشته که کمتر از 1 میلی ثانیه است، که حالا بعد مثلا ترافیک و لود و اینجور چیزا داشته باشید یا مثلا یه جاهایی نتورک شما از سیستم های وایرلس استفاده کنه یا مثلا سیستم های ستلایت استفاده کنه، این دیلی ها معمولا بیشتر خواهند شد. پس من ارتباط بین 10001 و 10002 رو با موفقیت برقرار کردم. بیام الان اینجا دوباره می نویسم PING 10003 و شما می بینید دوباره همون ارتباط با موفقیت برقرار شده، یعنی من تونستم یک ارتباط موفقی بین کامپیوتر 10001 که اینجاست ببینید با 10002 و 10003 برقرار کنم. این قسمت ها به من نشون میده که ارتباط من با موفقیت برقرار شده. پس این جلسه من خواستم ببینید که اگه ما یک هابی داشته باشیم و چند تا PC داشته باشیم، فقط کافیه که بیایم اینها رو مثلا با استفاده از IP دهی دستی IP هاشون رو بدیم و اینها همدیگر رو میشناسن، حالت اوتوماتیک بذاریم باز هم همدیگر رو میشناسن. اگه تعداد کامپیوترها خیلی زیاده و شما وقت زیادی ندارید و اینها بیارزشن، کاملا میتونید از این روش استفاده کنید و این چند کامپیوتر رو به هم وصل کنید. انواع هاب ها رو داریم، هاب هایی داریم که تعداد این پورت های اینها خیلی خیلی زیاده و شما میتونید تعداد بسیار زیادی از پی سی ها رو به هم وصل کنید. عبارت هاب سویچ رو داریم که یک مقدار حالا اینا فرق میکنند. هاب میگن که حالا داده هایی که واردش میشن روی تمامی پورت ها کپی میکنه، ولی سویچ اینطوری نیست. سویچ یک لایر بالاتره و میتونه خودش تنظیم کنه که مثلا این به کدوم پورت من مثلا ارسال بشه. در اون کاربورد های حالا بگیم ساده ما که مثل سراحی میخواییم اینها رو هم وصل کنیم و میگم کامپیوترهای بی ارزشی هستند، همشون ارزششون یکیه، این هاب کاربوردش بیشتر از اون سویچ ها خواهد بود. خب دیگه حالا ویدیو رو بیشتر از این دیگه طول نمیدیم، جلسه آینده بیشتر در مورد هاب ها، سویچ ها و بحث های کتاب CCNA با هم صحبت خواهیم کرد و سعی میکنم چند تا حالا مثال یا تست از خود سرتیفیکیت CCNA هم براتون حل کنم. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه.